ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. نام خداوند خوب و بخشاینده و مهربان، خدایی که داشتنش جبران همین نداشته های ما هست. و درود و سلام می پایان بر قلب مهربان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. خانم ها آقایان، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که یک هفته رو به خوبی و خوشی تا اینجا سپری کرده باشید و خسته نباشید. خدا قوت تا اینکه مسئولیت های کاری در طول یک هفته واقعا خستگی رو ایجاد میکنم، و باز هم خسته نباشید و خدا قوت میگیم خدمت شما. امیدوار هستم که امروز رو هم تا اینجا به خوبی سپری کرده باشید. با شما هستیم امروز هم برنامه عصر حریوا با بخشای مختلف میهمان نهایت گرامی که دعوت شدن در خدمت شما هستیم. تلاش میکنیم که بتونیم اوقاتی که با ما هستین خوب و خوش برای شما بگذره و رضایتمندی شما عزیزان که هدف ما هست در ارائه این برنامه هم با خود داشته باشیم. در این قسمت از برنامه، یعنی قسمت اول برنامه، مهمان ما جناب آقای دکتر صفی الله امید، استاد انستیتوت زراعت وترنری هستند. راجع به آلودگی هوا صحبت میکنیم و یقینا این آلودگی عوارض و مشکلات و مریضی هایی رو وجود میاره، خصوصا در قسمت سیستم تنفسی هر انسان، و که اینکه به عنوان یک شهروند زندگی میکنیم مسئولیت هایی هم داریم در قسمت پاک نگه داشتن محیط زیست. راجع به این موضوع صحبت میکنیم. اما جناب آقای امید، خوش آمدید میگم. از شما بخیر باش. سلامت باشم. تشکر. من هم سلام دارم خدمت بیننده های تلویزیون اصلاح برنامه عصر حریبا. سلامت باشین جناب دکتر صاحب. اگر ابتدا راجع به محیط زیست صحبت بکنید، یک تعریفی داشته باشین از محیط زیست. محیط زیست یعنی چی و ما چه مسئولیت در قبال محیط زیست داریم؟ تشکر. محیط زیست یعنی زیستگاه موجودات حیه، جایی که موجودات حیه زندگی میکنن و در اونجا فاکتورهای محیطی، آب و مواد غذایی در دسترس زنا قرار داره تا بتونه انمو زندگی خود به پیش ببرن، کدام مشکل و چالش مواجه نشن. بسیار عالی. حالا ما به عنوان یک موجود زنده در این قسمت که محیط زیست، حالا بحث آلودگی میزنیم کنار او و فعلا راجع به صحبت می‌کنیم، چه مسئولیتی داریم در قبالی که محیط زیست خوبی داشته باشه و عاری از آلودگی باشه؟ متشکرم. در قسمت محیط زیست گفتیم طوری که بیشتر از تعریف از او گفتیم، جایی که تمام موجودات حیه، تنها خود ما نیه که در اونجا زندگی میکنیم، تمام موجودات حیه است. نباتات هست، حیوانات هست، انسان ها هست، حشرات هست، حالا ما عنوان یک انسان چه وظیفه داریم؟ مایکروارگانیسم ها هست، همه هستن. بنابراین وقتی که ما یک جای زندگی میکنیم، دیگه موجودات حیه هم که زندگی میکنیم مگر متوجه زنا باشیم. به این معنا وقتی که ما یک مواد در میام استفاده میکنیم، حتما این مواد تنها بر نمیگرده به خود ما. این مواد وقتی ما استفاده میکنیم، از این مواد پسمانده های هست. باید به عنوان یک فرد جامعه باید متوجه باشیم که از این موادی که ما مصرف میکنیم، از این دگرها ضرر نبرن، از اینا دگر مردم با مشکلات از این موادی که ما استفاده کردیم مواجه نشن. چون همیتا که ما میایم از یک مواد استفاده میکنیم، اون مواد پسمانده دارن، اون پسمانده ها بعدا به محیط پخش میشن. میتونه که در محیط سه چیز خیلی مهمه برای زندگی یک موجود حیه، خصوصا برای زندگی انسان ها. مثلا سه فاکتور، یکی آب، هوا و غذا، بسیار مهمه. وقتی که ما میایم از هر یک از این فاکتورها استفاده میکنیم، نباید به عنوان یک موجود حیه این فاکتورها رو آلوده کنیم که تا دیگر موجودات حیه و مشکل مواجه نشن. نباید. بسیار عالی. پس طوری که اشاره کردیم به میریم سراغی که آلودگی محیط زیست، و چه خوب هست که یک تعریفی از آلودگی داشته باشین. آلودگی یعنی چی؟ آلودگی هر زمانی که به همین سه فاکتور محیط زندگی ما، محیط ماحول ما، کدام مواد اجنبی بیگانه وارد میشن. هر موادی که به آب وارد میشه میتونه آب را آلوده کنن، هر موادی که به هوا پخش میشه میتونه هوا را آلوده کنه، و هر موادی که میان پسمانده باشن، زباله باشن، به محیط پخش میشن، خاک را آلوده میکنن. بنابراین هر موادی که وارد محیط شن بتونن آب، خاک و هوا را آلوده کنن، ما برای از اون میگیم آلودگی. اگر عوامل آلودگی رو بیشتر توضیحات بدین، چه عواملی میتونه که واقعا بیشتر آلوده بکنه فضا؟ عامل اصلی آلودگی امروز خود انسانه. انسانه که ضرورت به همه چیز دارن، برای زی میکوشن که همه چیز رو به دست بیارن. وقتی که میخوان که همه چیز رو به دست بیارن، با همو اثر فعالیت ها خود میتونه که محیط زیست برای دیگرها نامساعد بسازه. امروز
ما از عوامل آلودگی اگر بیایم بگیم، هنمو مصارف شخصی یا حفظ صحه شخصی که ما مراعات نکنیم، دیگران میتونن مواد به دیگران میتونن مشکل ایجاد کنیم. مثلا ما یک وسیله داریم، یک وسیله خود وقتی میایم استفاده میکنیم، اگر استفاده نادرست از بکنیم، مثلا استفاده اینه که وقتی ما مواد در به او میایم استفاده میکنیم، مثلا مواد سوخت استفاده میکنیم، اگر مواد سوخت بی کیفیت برای وسیله خود استفاده کنیم، از این مواد سوخت بی کیفیت میتونه که هوا را آلوده بکنن، دود تولید بکنن. وقتی که دود تولید میکنن، از اون هوای اطراف همو انسان های دیگه که استفاده میکنن یا حیوانات استفاده کنن یا نباتات استفاده کنن میتونن که مصاب بشن. یک از جمله علت های آلودگی هوا مثلا وسایلی که امروز استفاده میشن. آلودگی دوم اینایی که خیلی مهمه، در حالی که آلودگی هوا خیلی زیاده، اگه ما بپرسیم عوامل مختلف داره، عوامل مختلف و متعددی داره. یکی وسایلی که امروز میان استفاده میکنن، وسایلی که وقتی استفاده میکنن، یکی مواد بی کیفیته، یکی دیگه وسایل فرسوده و بیکار ما می استفاده میکنیم. یکی علت اینه که دود میکنن، متاثر میکنن که مواد سوخت بی کیفیت استفاده میکنن، یکی دیگه وسایل فرسوده شدن، ترمیم نمیشن. شما سعی میکنید که یک موتر میره اصلا دود نمیکنه، موتر دومی سعی میکنه که اندازه دود میکنه که اصلا هوا کامل آلوده کرده. آلودگی دوم انمی چیان جنگلاتی که امروز میان از بین میبرن، دولتی توجهی ندارن. شما میفهمید که یکی از عوامل آلودگی هوا انمی عامل طبیعیه، یعنی به دست رد به دست انسان نیه، انسان نمیتونه که باد بیاره مانع باد بشه، ولی راههای برای کاهش باد دارن. میدونن که مثلا در قسمت کاهش باد، باد شکن ایجاد بکنن. مثلا انمی جنگلات باعث از میشن که یک از یک طرف اکسیژن خیلی خوب میان تصفیه شده به دسترس انسان قرار میدن، از یک لحاظ دیگه از آلودگی هوایی که توسط آب توسط باد میان جلوگیری میکنن. باد شکن، شما فهمید وقتی باد هر چی شدید باشه، این باد با مزور قوت خوب گرد و خاک و میکروب هایی که در محیط هست، مواد فضولی که در محیط هست، پراگنده میکنه به هوا. وقتی به هوا پراگنده کرد، میتونه از اون هوا که موجودات حیه به شمول انسان وقتی از اون هوا تنفس میکنن، اونا میتونن سیستم تنفسی موجود حیه میان تخریش بکنن، مصاب بکنن، مصاب به مریضی بکنن. دیگه انمی چی هن؟ همه عوامل دیگه آلودگی هوا امروز همه حمام هست. حمام هایی که ما شما امروز داریم، حمام ها خیلی مواد بیکیفیتی میان چه میکنن؟ استفاده میکنن. وقتی که شما می صبح سیل کنیم، همه هوا اطراف شب خیلی پاک میشه، ولی صبح وقتی که حمام ها شروع به فعالیت میکنن، سعی میکنن مقدار زیاد دود به هوا میان آلوده میکنن. و این هم کم توجهی انسان هایی که میرن حمام تاسیس میکنن، حمام مزور، حمام درآمد دارن، حمام درآمد شخصی، ولی وقتی میان محیط آلوده میکنن به دیگه موجودات حیه. یکی دیگه از عوامل آلودگی هوا کارخانه‌های صنعتیه. کارخانه‌های صنعتی که امروز ما شما سلام می‌کنیم، اونا همچنان وقتی میان، یکی اینه که از وسایلی که میان استفاده می‌کنن، دومی که موادی که برای وسایل خود استفاده می‌کنن، موادی که برای کارخانه استفاده می‌کنن، پسمانده‌های زنن. وقتی پسمانده‌های زنن میان به محیط منظم پخش می‌کنن، جاهای منظمی در نظر نمی‌گیرن، حفظ صحه درست در مراعات نمی‌کنن. از عوامل دیگه آلودگی هوا ما میتونیم همه زباله هایی که از خانه ها پخش میشن، از شفاخانه ها پخش میشن، اینا باید به وقت و زمان اداری مشخصی که عبارت از شاروالیه، به وقت و زمان اینا رو بیان جمع‌آوری کنن. وقتی جمع‌آوری میکنن، باز هم به شکلی که محیط زیست رو آلوده نکنن، بنابراین به اون شکل مراعات نمیشه. وقتی این مواد پسمانده رو میان جمع‌آوری میکنن، بهترین راهی که اینا بتونن محیط رو آلوده نکنن، اینا رو باید دفن کنن به زیر خاک، یک زمین یک قسمت عمق کنن، بندازن به اون زیر زیر خاک کنن. وقتی به زیر خاک کاملا اینا میکروب ها، وقتی که ما کلمه میکروب میگیم البته کاملا اینا مضرن نه، میکروب ها 90% مفیدن. میتونن این زباله ها که باعث آلوده شدن محیط میشن، اینا رو کاملا تجزیه میکنن، تبدیل به مواد عضوی میکنن. و دیگه عوامل انمی صوته. صوتایی که از اندازه صدا، از وقتی علمی ما میگیم، میگن که 80 دسیبل صوت برای انسان ها خوبه، بیشتر از او
برای انسان ها متضرر میشن. دیگه یک وسایل صداهایی که وسایل مثلا حمل و نقل دارن، اینا هم آلوده کننده محیط ما هست. بسیار سپاس از شما. حالا راه های جلوگیری از آلودگی چه چیزها میتونه باشه و همچنین راه حل برای این مشکلات؟ ما وقتی که میایم عوامل یک مشکل شناسایی بکنیم، با او عوامل بیایم مبارزه بکنیم، عوامل آلودگی هوا بیاریم کاهش دادیم. مثلا اداره های مربوط در این قسمت دخیلن. وقتی میگیم محیط زیست، در قسمت محیط زیست ما یک اداره به نام محیط زیست داریم، در پهلو از او شاورولی داریم. شاورولی ما هم در قسمت محیط زیست وقتی همون میان از خانه ها صفایی میگیرن، سالانه صفایی میگیرن، باید در بدل از او بیان خدمات انجام بکنن. و دیگه ریاست زراعت است. ریاست زراعت باید از منابع طبیعی بیان متوجه منابع طبیعی باشن، که منابع طبیعی نباید بیان چکار باشن تخریب بکنن. مثلا ما گفتیم که وقتی ما به ولایت هرات خوب بادای 120 روز داریم، بلیزی که یک جمله عوامل آلودگی هوا بادای شدیده، خصوصا این بادای 120 روز اگر میان جنگلات تخریب میشن، آلودگی هوا زیاد میشن. بنابراین برالاوه از اینکه منابع طبیعی جنگلات هست اونا رو محافظت بکنم، سالانه بیان اضافه بکنم به جنگلات، سالانه هر نفر مسئولیت خودن که یک نهال بیان قرض بکنن تا این بادای 120 روز بتونن بادشکن ایجاد بکنن، در پهلو از بتونن که یک هوای خوب تصفیه شده، اکسیژن خوبی برای ما تولید بکنن. و دیگه همین اداره مربوطه که در قسمت آلودگی هوا زیاد مسئولن، اداره ترافیکن. وسایل هایی که دود تولید میکنن خراب شدن، اونا باید توقف داده بشن، نباید بیان محیط آلوده بکنن. یک شخص برای از که مفیدیت برای خوب به دست میارن، فایده به دست میارن، محیط رو نباید آلوده بکنن برای دیگه موجودات حیات، برای انسان های دیگه نکنن. باید ترافیک انمو وسایل تخریب شده و خراب شده بگن که ترمیم کنن. و دیگه در قسمت اداره دیگه مربوطه که ما اینجا رو مسئول میدانیم، اداره چند نفت مونن، وقتی مواد بی کیفیت هم نگذارن که بیان اینجا به داخل وارد بشن و به وسایلی که میان استفاده میکنن، به کارخانه جاتن یا وسایل حمل و نقلن، بیان باعث آلودگی هوا ما بشن. سپاس شما جناب دکتر سپ، راجع به موضوع آلودگی محیط زیست صحبت کردیم. ان شاء الله در برنامه‌های آینده با شما خواهیم بود. سپاس از شما. تشکر شما هم. خب بیننده‌های عزیز، سپاسگزاری میکنم از همه شما خوبان که همچنان ما را همراه هستید با نگاه‌های مهربانانه خود با شما هستیم و ادامه برنامه عصر حریوا هست. اما یک میان برنامه کوتاه میگیریم و باز هم برمیگردیم.